سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه ویدیوی آموزشی دیگه از DLC بازی الدرینگ در خدمتتون هستم. تو این ویدیو قرار بهتون نحوه رسیدن به منطقه شادو آلتس بازی رو نشون بدم. برای رسیدن به این منطقه میتونید از دو روش استفاده کنید. روش اول کشتن باس اصلی منطقه کسل انسیس هستش، یعنی باس توین مونای، و در روش دوم نیازی به کشتن باس ندارید و فقط کافیه منطقه کسل انسیس رو دور بزنید تا بتونید به منطقه شادو آلتس برسید. و در ادامه ویدیو هم آموزش کامل مربوط به هر دو روش رو بهتون نشون میدم. در اولین روش شما نیازی به کشتن باس توین مون نایت ندارید، فقط کافی از طریق گریس کسل فرانت به سمت شرق نقشه برید و بعد از اینکه به نزدیکی کولبک در اون منطقه هستش رسیدید، از اسپرینگ جامپ اون منطقه استفاده کنید و به اولین گریس شادو آلتس برسید. بعد از اینکه اولین گریس مربوط منطقه شادو آلتس رو فعال کردیم، میریم که دو تا از گریس های مهم دیگه این منطقه رو فعال کنیم و بعد از اون به سمت شمال میریم تا بتونیم نقشه مربوط به منطقه رو به دست بیاریم و به راه خودمون ادامه بدیم تا به گریس پایروت کراس برسیم که اولین گریس و گریس ورودی مربوط منطقه شادو آلتس بازی هستش. و در روش دوم که روش نسبتا سخت به حساب میاد، باید باس اصلی مربوط منطقه کسل انسیس، یعنی باس توین مون نایت رو بکشید و بعد از اون میتونید به راحتی به اولین گریس و گریس ورودی منطقه شادو آلتس، یعنی گریس های رود کراس دست پیدا کنید. و برای گرفتن نقشه مربوط به منطقه هم باید بعد از اینکه گریس های رود کراس رو فعال کردید، همون جاده رو به سمت شمال ادامه بدید تا بتونید نقشه مربوط به منطقه رو هم به دست بیارید.
بهترین روش برای کشتن این باس هم اینه که اول اجازه بدید NPC لدا و سامن شما توجه باس رو به صورت کامل به خودشون جلب کنن و بعد از اون با فاصله گرفتن از باس و استفاده از اسپل کامت یا هر اسپل رنج دیگه ای که دارید به باس دمیج بزنید و باس رو بکشید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اطلاعات کافی رو بهتون داده باشم. ویدیوی بعدی میبینمتون.